هر فرهنگی رسم و رسوم و آداب خاصی دارد و مردمانش برای حفظ میراث فرهنگیشان سخت تلاش می‌کنند. کردهای عراقی نیز همانند دیگر اقوام علاوه بر رسم‌های رایج لباس سنتی دارند که از تنوع زیاد و نام‌های متفاوتی برخوردار است. این لباس با زحمت فراوان تهیه می‌شود، از بافت پارچه به روش کاملا سنتی تا دوخت آن. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم روزیتا ایران دوست. اینجا شهر زاخو در 160 کیلومتری شمال اربیل عراق است. ساکنان منطقه تلاش می‌کنند تا روش تهیه لباس سنتی کردهای عراقی را زنده نگه دارند. لباسی که از پشم بز تهیه می‌شود و مستلزم کار زیادی است. این پشم گرانبها پیش از آماده شدن برای نخریسی، شسته، خشک، تمیز و با دقت شانه می‌شود. نخها بعد از تنیده شدن آماده ماشین پارچه بافی دستی می‌شوند. پارچه هایی که به لباس های سنتی تبدیل و نماد غرور ملی و فرهنگی ساکنان منطقه می شوند. دو نوع پشم بز داریم و این لباس از پشم بز مخصوصی تهیه میشه که صاحب بز داری در بهار اونا رو میچینه و برای ما میاره و ما هم با دقت اونا رو میشوریم و خوش میکنیم. بعد با شونه مخصوص شونه شون میکنیم که همه ناخالصی ازش جدا شه و آماده میشه برای نخریسی. به گفته کارگران ریسندگی، قیمت این لباس‌های دستدوز که از تنوع زیادی نیز برخوردار است، بسته به کیفیت و ظرافت پارچه بین 1000 تا بیش از 4000 دلار است. این یونیفرم ما کردهاست که هزاران ساله که نسل به نسل پوشیدیم. این لباس هویت و میراث ماست. گرچه این لباس سنتی تنها مخصوص مراسم خاص نیست و بزرگان در تمام روزهای سال آن را می‌پوشند، جوان‌ترها ترجیح می‌دهند فقط در مراسم خاص آن را به تن کنند. روزیتا ایران دوست، صدای آمریکا.